است. ما سامانه رو باز کردیم، سایت سلامت.gov.ir، همه افراد 65 سال به بالا ها میتونن وارد سایت بشن، ثبت نام بکنن. اما سیستم نوبدهی ما دو سال دو سال هست، یعنی ما 68 تا 70 سال ها رو براشون پیامک میفرستیم که چه روزی بیان و واکسن بزنن، و بعد که این دو سال تموم شد میریم سراغ دو سال بعدی. علتش هم کمبود واکسن نیست، چون ما واکسن بالای 60 ساله ها رو تامین کردیم. علتش اینه که جهت جلوگیری از تجمع جلو مراکز این برنامه رو داریم انجام میدیم. بس خواهشی هم که از مردم دارم، بدون دریافت پیامک و بدون اینکه نوبدهی شدن به هیچ وجه مراجعه نکنن. امروز ما جلسه ای داشتیم با رؤسای دانشگاه سراسر کشور و معاونینشون و تأکید کردیم که افرادی که بدون نوبت مراجعه میکنن جهت تزریق، به هیچ وجه بهشون تزریق انجام ندن و بهشون تزریق نکنن، به خاطر اینکه باید یک نظمی بالاخره ایجاد بشه. ما مراکز تجویمون رو بسیار بالا بردیم. مراکز تجویم ما قریب 800 مرکز تجویم در سراسر کشور هست که فقط حدود 81 مرکز تجویم فقط در استان تهران در حقیقت راه اندازی شده. بنابراین تیم های تزریق هم با توجه به این که قریب 3000 تیم تزریق ما در سطح کشور داریم، اگر فرض بکنید هر تیمی فقط 150 تا تزریق بخواد در روز انجام بده، بنابراین یه ظرفیت بسیار بالایی ایجاد شده و نگرانی برای تجمع افراد به هیچ وجه نداریم. ما دیروز و امروز صبح 1,000,000 دوز واکسن توزیع کردیم کشور، فردا صبح هم 1,000,000 دیگه داریم توزیع میکنیم. 470,000 واکسن برکت هم توزیع کردیم به کشور. انشالله پنجشنبه صبح هم 1,500,000 دوز واکسن دیگه دست ما میرسه که اون هم توزیع خواهیم کرد، و تو هفته آینده هم حدود تقریبا 2,900,000 یعنی 2,900,000 واکسن دیگه دست ما میرسه که اون هم توزیع خواهیم کرد. بنابراین برای گروه هدف ما که 60 سال به بالا هستن، 60 سال به بالای کشور ما یه حدود تقریبا 8,300,000-8,400,000 نفرن. ما تا الان حدود 8,200,000 واکسن توزیع کردیم، 1,000,000 که عرض کردم فردا توزیع میکنیم. بنابراین برای این نوبت اول واکسن همین عزیزان هیچ مشکلی نیست. نوبت دومی هم که تو همین روند داریم تزریق میکنیم. بنابراین مردم، خواهشی که دارم بخاطر اینکه تجمعی صورت نگیره و از این تجمع هم خود مردم اذیت میشن، و من اینکه بیان افراد اسم بنویسن و رو کاغذ اسم بنویسن، اینجوری قطعا ما عمل نخواهیم کرد. و باز خواهش میکنم که حتما بعد از دریافت پیامک و روزی که بهشون اعلام کردن مراجعه کنن برای تزریق واکسن.